به به، سلام عصر دوستان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و ایام به کامتون شیرین. منزل ارزنجون عزیز هستیم، ما رو دعوت کردن منزلشون و چون نزدیک ایام عید هستیم، ارزنجون تصمیم گرفته برامو سبزی پلو با ماهی با کوکو سبزی درست بکنه. چقدرم عالی. قربونشون، خوش آمدید. منم سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. امشب با همه شما هستیم اینجا برای سبزی پلو کوکو ماهی. به به، چقدرم عالی و چه انتخاب خوبی، چون نزدیک عیده و دوستانم دوست دارن که به حال سبزی پلو با ماهی یکی از غذاهای ترادیشنال ما هستش که اونم تو ایام عید و روز عید میخوریم. خب دوستان، بید برای خودتون یه چای داغ بریزید و آماده بشین برای آموزش سبزی پلو با ماهی و کوکو سبزی. جون از ماهی شروع کن، میگین که چجوری مرینیدش کردید و به چه چیزا؟ من این ماهی رو بعد از اینکه شستم و کاملا خشکش کردم توی ظرف قرار دادم. بعد روغن زیتون اول و نمک و فلفل و پودر سیر و همچنین یه مقداری پودر لیمو ریختم. بعد سیر و پیاز رو خورد کردم و روش ریختم و سه تا هم لیمو ترشو که مرینیدش کردم. بله، آبشو گرفتم و اینو کاملا مرینید کردم. این الان آماده است. من اینو میخوام که توی آون بذارم که درست شه. معمولا خب خانوما ممکنه توی ماهیتابه سرخ کنن، ولی گفتیم حالا این روشم یاد بدیم که خوبه، روش عالیه و هلتیه. بله. بله. بعد اون وقت این چه ماهیه شما استفاده کردید؟ سلمون. بله، ماهی سلمونه که بله. خیلی هم عالی. ولی خب دوستان، من میدونم که خب در نقاط مختلف از ماهی سفید استفاده میکنن یا ماهی های دیگه استفاده میکنن. به هر حال سبزی پلو با ماهی رو هر ماهی رو میتونن استفاده کنن که بخورن. خیلی هم عالی. پس این الان میره توی فر. بله. اینو من میذارم توی آون، روشو کاور میکنم برای 40 دقیقه با دمای 350 میذارم که این پخته میشه. بعد روشو باز میکنم، یک کمی پودر سوخاری روش میریزم که حالت کریسپی بشه. و برای مدت 20 دقیقه هم میذارم با دمای 400 که این کاملا کریسپی میشه و سرخ میشه و به روغن میفته دیگه. پس بذاریم مرحله به مرحله ببینم دیگه دوستان. خب بعد اون وقت سبزی پلو با ماهی، سبزی پلوتون رو شما در واقع آبکش کردید؟ بله. من میدونم خانوما معمولا بلدن که برنج رو آبکش بکنن. من اینو آبکش کردم، فقط زمانی که میریختم توی ظرف هر کفگیری که میریختم برنجشو، مقداری هم سبزی پلو رو میریختم روی سبزی که کاور کنه اینو قشنگ. و بعد سبزیاش چی هستش؟ سبزی پلو شامل جعفری، گشنیز، تره و شبید و البته سیر. و همین سبزی رو من برای کوکو هم استفاده کردم. به به، پس همین سبزی. حالا دوباره میگه محلوت بکنین، شما حتما منوی رسپیتون رو برای ما بفرستید که ما حتما بذاریم برای دوستان که ببینن. خب پس بذارین از ماهی و سبزی پلو شروع بکنیم. حتما بذارم آمدشه. بله، بفرمایین. بله. از همچون چه سلیقه خوشگلی داری و چه خونه زیبایی داری، ماشاءالله. خیلی هم خوش سلیقه چیدین همه چیزو، واقعا زیبا. چشماتون قشنگه، خیلی زیبا. ویو خیلی قشنگی دارم از همچون. و جالب اینجاست که واقعا خونه ایرونیه، برای اینکه سماور و دیگه شیرینی های خامه ای و شیرینی های به 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 سبزی پلو با این دیگه چه شود. بسیار عالی. من میذارم که آون یه مقداری بیاد دماش بالا با اون حدی که میخوام برسه. و بعدن ماهیمو بذارم که آون کاملا آماده باشه برای اون دما. بله، 350 بیاد. بله. و برنجم من میذارم روی گاز. در ضمن به منم میتونم کمکتون کنم. من امروز کمک آشپزم. به به به، دست شما درد نکنه، شما لطف دارین. مرسی.
بعد یه سال این برنجتون روغنش هم زدین یا کرش هم بیاید چی؟ عزیز من یه مقداری روغن زیرش زدم. اگر چنانچه برنج یه مقداری زنده باشه، موقعی که میخوام دم بکنم بخار که میده بالا، آب روغن میدم. بله. اگر نه، چون سبزیش به هر حال سبزی تازه است، بله، یه مقداری حالت رطوبت خودشو داره. در نتیجه نیازی به آب روغن نداره. و فقط میتونم موقعی که آماده شد یه مقداری حالا یا کره آب کنم روش بذارم، یا اینکه روغن رو داغ کنم و روش بریزم. اتفاقا عزم جون چه انتخاب خوبی کردی دختر من. کاملیا همیشه به من میگفت مامان میشه توی شد سبزی پلو و کوکو سبزی رو آموزش بدی، برای اینکه خیلی عاشق کوکو سبزیه و همیشه میگفت و شما این انتخابو کردین. گفتم خب خدا رو شکر الان میبینم خیلی خوشحال میشه. جاشو خیلی خالیه. مرسی. برای جوانایی که خیلی وارد نیستن به سبزی تازه که بلد بگیرن و پاک کنن و بشورن و خرد کنن، خب یه مقداری براشون سخته. سبزیهای آماده هم هست. بله. که اینا میتونن بعد که سبزی کوکو آماده هست و میتونن بگیرن و درست کنن. ولی خب برای ما که خب ترجیح میدیم سبزی تازه باشه، من جعفری، گشنیز، شوید و تره، یه مقداری هم پیازچه و همچنین سیرو. بله، سیر تازه باز. بله. اینو خرد کردم، آماده کردم و گذاشتم. حدوداً وزن این سبزی پاک شدهش در حدود 350 گرمه. 350 گرمه. بله. که اگه توجه کنین خیلی هم قشنگ اینا خرد شده که در واقع مثل حالت که بتونن قشنگ اینا رو با هم دیگه مخلوط کنن و با چاقو خرد کردید دیگه. بله. اینا رو. بله. بله. چون با میکسر میدونم که آب میندازه اونا. بله. ممکنه. بله. که بله. بسیار هم عالی. برای این مقدار سبزی من 6 تا تخم مرغ گذاشتم. بله. بعد لازمه که برای اسپایس هایی که بریزیم توش نمک، زردچوبه است، فلفل سیاه، یه مقداری آرده که من از آرد گندم استفاده میکنم. بله. و همچنین گردو و زرش. بله. گردو و زرش دیگه بستگی به ذائقه‌شون داره، میتونن استفاده بکنن و میتونن هم نکنن. معمولا میکنن دیگه. معمولا بله معمولا استفاده میشه، ولی بازم میگم اون چیزیه که دیگه بستگی داره به خودشون. بله. که ببینن که چی دوست دارن. چون منم همیشه مامانم که درست میکنه همیشه گردو و زرشکش توش هست. آره. خیلی هم عالی. خب پس بریم برای درست کردن کوکو سبزی. همینجوری که فعلا ماهی و در واقع برنجمون داره دم میکشه، طرز تهیه کوکو سبزی رو شما اگه اجازه بدین من ماهی رو مثل که دما اومده بالا بذارم. پس همینجوری که گفتین روی دمای 350 درجه میذارید که گرم بشه و بعد روی ماهی رو میپوچونید میذارید توی فر. همینجوری که دوستان اعظم جون گفتن یه سری دوست دارم ماهی رو سرخ کنن، خیلی هم عالی. میتونید ماهی رو سرخ کنید توی ماهی تابه با یه مقدار روغن، حالا نمک و فلفل و همین موادی که چیز که اولی سرخش کنیم. ولی خب ما امروز خیلی داریم هلتی کار میکنیم. خب من تخم مرغ رو اول میشکنم. تخم مرغ رو قبلا شستم. چون اگه مثلا این وقت پوستش بیفته، خب آدم خاطرش جمعه که دیگه آلوده نیستش. بله. و میتونه استفاده کنه. بله. اونو دراره. بله. و گفتید که 6 تا تخم مرغ. بله. برای چقدر گرم پاک شدهش الان این سبزی سرخ خرد شده وزنش 350 گرم. 350 گرم. بله. خیلی هم عالی. من وارد خونه شما که شدم باورتون نمیشه یه احساسی به من دست داد، چون من خیلی وقته که ایران نرفتم. آخه. و سن خیلی کمم من، خب خارج از ایران بودم، ولی وارد منزل شما شدم احساس کردم که رفتم ایران. آخه مثلا دکوریشنی که دارید، نمیدونم سماور و پذیراییتون، یعنی واقعا انگار تو وطنت هستی. خب به هر حال ایرانی هستیم و هر جایی که باشیم ملیتمون که فراموش نمیشه. بله بله. من تخم مرغ رو شکستم. بله. الان باید اسپایسش رو اضافه کنم. بله. یه قاشق کوچیک نمک من میریزم. چای خورین دیگه. بله. یه قاشق چای. بله. بعد یه مقداری فلفل. بله. بعد زردچوبه. چقدرم عالی.
زردچوبتون هم مقدار همون یه قاشق چای خوری کوچیک میدونی، یعنی این قاشق چای خوری یه ذره بزرگه، میتونی نصف اینو بزنی و یه مقداری من آرد گندم اضافه میکنم، دو تا قاشق چای خوری. علتی که آرد گندم اضافه میکنی؟ ببینی آرد گندم باعث میشه که اون کوکو یه مقداری از حالتی که خب چون سبزیش هم تازه است آبشو میکشه و ترد ترش میکنه. خب من زرشک دارم اینجا، میتونم دو تا قاشق زرشک اضافه کنم. خب زرشک رو میشوریم؟ من قبلا زرشک رو شستم و گذاشتم توی آبکش، آبش رفته بعدن استفاده کردم، چون قاعدتا زرشک گل داره و گردومم قبلا شستم، یه مقداری خوردش کردم. اینم به اندازه دو تا قاشق اضافه میکنم. گردورم شما در واقع گراوندش نمی کنید؟ یعنی نه خودش نمی‌کنی، همینجوری آره میتونی یکم... یه مقداری کوچیک کنی که درسته بیاد تو زیر زبان. بله چقدرم بعضی اوقات هم میشه که شما گردوهاتون رو کاملا درسته بردارین، ولی یه مقداری از مایه سبزیتون رو که میخواییم بریزین توی ماهیتابه بریزین، بعد اون گردوها رو روش بچینین و بقیه مایه رو بریزین روش، چون اگر گردوها رو بخوایم درسته بذاریم و تای ماهیتابه بره قاعدتا میسوزه و تلخ میشه، ولی برای سر این گردویی که من خورد کردم دیگه لزومی نداره که بخوام یه مقدارشو بریزم بعد دوباره بقیه سبزی رو اد کنم. حالا من این تخم مرغ رو با این موادی که اضافه کردم میزنم. دقت کنیم که این تخم مرغ رو خیلی خوب باید بزنیم که کاملا این مایه مخلوط بشه. زمانی که تخم مرغ رو زیاد میزنیم کوکوی ما یه مقداری پف میکنه و خیلی ترتر و خوشمزه تر پس میشه. پس رمزش اینه که دوستان تخم مرغ رو خوب بزنید. اگه دیدیم تو واقعا کوکو سبزتون پف نکرد به خاطر اینکه تخم مرغتون رو خوب نزدید. ولی وقتی تخم مرغتون رو خوب زدید، درست میگم؟ درسته. کوکو سبزتون پف میکنه و شکل و شمایلش هم خیلی خوشگل در میاد. حالا بعضیا میتونن از همزن استفاده کنن، ولی برای این مقدار من نیازی ندیدم که از همزن استفاده کنم و همین کافیه. همین کافیه. مایه‌ای که درست کردم برای کوکو ببینین کاملا مخلوط شده و می‌بینین بله کاملا آماده است برای اینکه من مخلوطش کنم با سبزی. خیلی هم عالی. من میتونم براتون بذارم دستتون درد نکنه. من اینو اضافه میکنم به سبزی. بله به به. اگر چنانچه اینو اضافه کردین و دیدین که مایه‌تون سفته میتونین بازم تخم مرغ بهش اضافه کنین، ولی اگر که لازم نبود دیگه من فکر میکنم این کافی باشه. خب اینو همش میزنم با سبزی. بله. پس باید واقعا اینجوری باشه، یعنی اگه شل نباشه که تخم مرغش نه اگر قرار شه که خیلی تخم مرغ باشه توش و خیلی مایه‌مون شل بشه، زمانی که میریزین توی تابه این تخم مرغ همه مایش میره کنار و بعد یه حالت پخت میشه. بله. این ببینین الان نه سفته که نیازی به تخم مرغ اضافه داشته باشه، نه اینکه خیلی شله و کاملا مناسبه کوکومونه. من قبلا روغن ریختم توی تابه و روشنش کردم که روغنمون داغ بشه و من اینو الان آماده است که بریزم توی تابه. خیلی هم عالی. من این روغنم آماده است. روغن در واقع وجتبل اویل هستش. بله. خب الان این مایه سبزیم آماده است و من اینو میریزم توی تابه و حالا یه سوال دارم از شما عزم جون. توی فرم میشه درست کرد؟ توی فرم میشه درست کرد. میتونین مایه رو بریزین توی سینی فر. بله. البته سینی رو باید سیچرد بکنیم. بله. مایه رو بریزین و استفاده کنیم، ولی راستش من خودم توی آبندیس ندارم. توی مایتاب. من بعد وقتی که توی مایتابم حتما باید روغنش داغ باشه. بله روغن باید کاملا داغ باشه. حالا ببینیم به ماسک من ریختم این شروع کرد به جوشیدن. خب ببینیم با پشت قاشق اینو کاملا صافش میکنیم. بله که همه یه دست بشه. متوجه. بوش رفت داد. به به. خب من در این مایتابه رو باید بذارم. بله. خب یه چیزی در حدود نیم ساعت تا 35 دقیقه با شعله کم
من میذارم تا این کاملا بپزه قشنگ پخته شه و پف کنه و بعد از اون اینو میبرم به هر اندازه‌ای که بخوام. شولش خوبه. نمیخوام از جوش بیفته. بله. برنجم آب روغن لازم نداره به خاطر اینکه شما بله سبزی تازه بوده و دیگه نیازی نیستش که بخوایم آب روغن بدیم. چون آب روغن زیرش کرده بودید دیگه لازم نیستش. بله روغنشو قبلا ریخته بودم و این برنج الان آماده است برای دم کردن. خب من شعله اینو ببینید شعلهش خوبه الان. بله وقتی که بخار میکنه شعله رو کم میکنیم که نسوزه و برنجمون کاملا دم بکشه چون سبزی تازه است نیاز زمان بیشتری داره برای اینکه کاملا دم بکشه و طعمش درست بشه. به 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 خب الان وقتشه که درشو باز کنیم ببینیم. بله ببینیم. این تقریبا یه ورش آماده است. بله بله کوکون زیرش آماده شده. بله. و ببینین حالت پف هم داره خیلی پف عالی. بله. هم کرد. بله. این الان آماده است. بعد عزم جون چقدر طول میکشه که این کوکو آماده بشه؟ حدود نیم ساعت تا 35 دقیقه زمان لازم داره تا کوکو زیرش کاملا آماده بشه که دیگه خودشو بگیره و دیگه شما درشو بر میداری کاملا دیگه ما نیازی نداریم که درشو بذاریم. کوکومونو میبریم حالا هر مدلی که دوست دارین برش میدیم و من که جلوی دست پاتون نه 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 ما اینو برش میدیم. چه پف خوبی هم کرده. بله مثل کیک شده. بله چهار تا برشته اینجوری میتونم چهار تا برش بدم میتونم قسمتاشو کوچیک بکنم به این صورت میتونم در بیارم که کوچیک‌تر بشه تیکه ها. خب حالا من یه تیکه از اینو چقدر پوف قشنگی بود. پوفش کاملا عالی پوفش. آره جدا کن خودتو. آها خب ببینه این طرف الان ببینه شده چقدر خوش آره. رنگ شده این طرف شده ما دیگه اینا رو برمیگردونیم دونه دونه همه رو برمیگردونیم. این واقعا یه تریک مهمی بود که همه کس شاید ندونه که بعد تو خمر کاملا خوب بله. زده بشه که کف کنه بله که در واقع کوکو اینجوری پف کنه. درست وگرنه اون پف لازم رو نمی کنه. درست. اینو دیگه میذاریم کاری باش نداریم درش هم نمیذاریم. این یه چیزی در حدود 20 دقیقه که باشه کوکو آماده میشه. کوکو آماده و بله. همین شله. بله خب برنجمون هم آماده شده. به به خب من میتونم یک کمی از این برنجم رو بردارم. چه برنجی هم شده عزم جون. زعفرون بزنم که این چیه؟ این یه مقداری کره است. کره است که برای روش برای روی برنجم میذارم. زعفرونتون رو شما با یخ دم میکنم. من با یخ دم میکنم. بله من شنیدم که زعفرون رو وقتی با یخ دم میکنید طعم زعفرون بهتر است. عطرش خیلی بله عطرش خیلی بهتره تا آب جوشه. درسته عطرش بیشتر میمونه. بله یعنی در واقع شما زعفرون رو میریزی بعد یخ میندازی. بله بله یخ میندازم. یخ میندازم. بله یعنی تو یه مقدار زعفرون که درست میکنی یخ یه دونه قالب یخ بله میندازی بله. توش تو خود یخ آب بشه بعد اون وقت بله. شما زعفرون رو دم میدید. بله بله چقدر عالی. چه برنج خوب پنبه‌ای شده. به به این زعفرون باید همیشه باشه توی واقعا عطر زعفرون اگه تو غذای ما نباشه اون غذا اصلا مزه نداره. همینطوره. بله به همین روغنه البته این کرست که باش کردم. به 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 سفره ایرانی که میگن اینه واقعا
چه سفره قشنگی. نزدیک عیدم هستیم و سبزی پلو با ماهی و کوکو سبزی و تدیک زعفرونی و چه شود. چه کار کردی ازم جون؟ جای همه دوستان خالی بابا. دست گلت درد نکنه. حالا میخوای خودت یکم بکش برای ما ببینیم چشم. از هر کدوم یک ذره ببینیم چشم. که باشه با خودت. من با برنجمون شروع میکنم. خیلی کم و کوچیک که بتونم از همه چی بخورم. به به مرسی. کریسپی. بله. چقدرم خوشگل چیدین کوکو سبزی‌ها رو. به به. خب از مخلفاتش دیگه خودتون زحمت بکشید. من برمیدارم. خیلی ممنون. خب ماهیرم از همین گوشتی کوچولو به منم بدین کافیه. به به به. خیلی هم عالی. چه ماهی ترد و خدمت شما. پس برای خودتونم زحمت بکشین که با هم دیگه شروع کنیم. خب یکم نارنج میذارم روی ماهیم. به به. من یه ذره اول از همه از کوکو سبزی با اجازه شما نشه جانتون شما هم از همون شروع کنید. بله حتما. بقول اینجا یا چیرز. به به عالی. بها دوستان همجوری که از همجون درست کردم سبک خودشون کوکو سبزی با سبزی پلو و ماهی حتما برید و درست کنید، مخصوصا تو ایام عید، مخصوصا روز عید و نوش جان کنید. اگر درست کردید حتما عکس بفرستید و برای ما بفرستید. بله حتما. ما هم ببینیم جای ما را خالی کنید و ما ببینیم شما عزیزان چطوری سبزی پلو با ماهی و کوکو سبزی درست کردید. خب عزم جون قربون شما. به امید دیدار. روز روزگارتان خوش. Thanks for watching, you guys. If you like this video and you want to see more, please subscribe the channel and leave a comment below. I love to read your comments.